مثل همه روزهای دیگه قبل اینکه بریم یه جای جدید کلی تحقیقات کردیم تا دونستنی‌های شیرین رو توی راه بهتون بگیم. مثل دفعات قبل قراره ببریمتون به یک جای خفن بکر فنا شناخته. مثل همه روزها شاد و پر انرژی روز رو شروع کردیم، اما چی باعث میشه که از این تبدیل بشی به این؟ هیچکی نیست کمک میکنه. روی برگشتم خیلی زیاده. شب میخوریم. ماشین رو چیکار کنیم؟ خب قرار نیست همیشه همه چیز اونجور که دوست داری پیش بره. یک بار ممکنه تا نزدیکای هدفت بری و ولی چند قدمش گیر کنی و نتونی جلوتر بری. یک بار هم ممکنه به هدف برسی ولی نتونی به اندازه ازش لذت ببری و مجبوری زودی باهاش خداحافظی کنی. یک بارم قرار چالش برانگیزترین ولاگمون بشه، وسط ناکجا آباد، وقتی که نه آنتنی هست، نه مسیر مشخصی و نه امدادی. مقصد امروزمون غار بسیار زیبا و ناشناخته‌ایه در نزدیکی روستای هندل آباد. این غار در 40 کیلومتری مشهد قرار داره و یک ورودی خیلی کوچیک داره و هیچ اطلاعات دقیقی در مورد موقعیت مکانی این غار توی اینترنت نیست و تنها کسایی که میتونیم ازشون کمک بگیریم محلی های روستا هست. با یکی از افراد روستایی صحبت کردیم که مسیر غار هندل آباد کجایه و اینطور که ایشون نگفت مثل که با ماشین تا خیلی خیلی نزدیکای غار میشه. اون سرچشمه‌ای که میگفت رو هلیوم میتونیم پیداش کنیم یا نه؟ توی راه کلی دوراهی و دوراهی بود که همه رو به راست رفتیم، ولی خب به اون سرچشمه‌ای که اون دو محلی قبلی گفتن نرسیدیم. خب ما از نرسیدیم. محلی که یکی از محلی‌ها پرسیدیم و بهمون مسیر رو گفت و یه بار دیگه هم پرسیدیم و گفتن همین جاده درسته. هنوز داریم میریم، واقعا شاید 20 دقیقه نیم ساعت داریم با ماشین میایم، نمیدونم حتی چشمه کجاست. خلاصه که بالاخره بعد 20 دقیقه به آدمیزاد رسیدیم. رضا رفت باهاشون صحبت کرد و به ما آدرس دادن که غار پشت اون کوه نوکتیزه. خیلی خوب. اولا که اونجوری که فهم کردیم نیست و هنوز خیلی راهه. دوباره نگاه چه سنگ قشنگی پیدا کردم. نه همه روسه ها؟ آره همین خاکی اینجا. نگاه کن قشنگه. لایه بهش چسبیده حتی. وویلا. نمیریم. اون محلی که رضا باش صحبت کرد گفته بود این مسیر رو فقط با آفرود میشه رفت، نرین که گیر میکنی، ولی ما رفت برتا آفرود میشه بعد. اون آقایی که رضا رفت باش صحبت کرد گفتش که اون کوه تیزه اونجا دهانه غار همونجایه، پشت اون کوه تیزه یک کوه دیگه است که داره برق میزنه، اونجا دهانه قاره. یا خدا چه احساسی داری؟ احساس هیجان. هر روز بگو اگه ماشین گیر بکنه میشه اینقدر لفظشو نهیره من این چشم چون احساس میکنم که قراره گیر. اصلا نمیشه توصیف کرد اون لحظه رو. مسیر باریک، وسط مسیرم یک شکاف بود، گلالود بود، چند بار ماشین به سمت درم لیز خورد و اگرم وای میستادیم توی گل گیر میکردیم و نمیتونستیم برگردیم. واقعا ترسیم. برو تو میتونی، برو بازم که اون کوه هنوز خیلی دوره. حالا رضا تو الان دیگه به برگشت تک نمی کنه؟ نه برگشت نگاه سر بالایی که تو گل داری میای خیلی سخته، برگشتش راحته. برگشتشون دیگه فشار رو ماشین نیست که گیر کنه. رضا گاز بده اون میره دیگه تو گل. خب باش ما برف ندیده ها. نه ولی برفی که امسال دارم میبینم.
یخ زده. اونم اون کوه چیزه که اون آقا گفت. آره خیلی نزدیکش شدیم. خیلی خب دیگه واقعا بریم به یک جاهایی میرسیم که بهتر ماشین رو بذاریم و ادامه بدیم پیاده. خب رسیدیم جا همین کوه تیزه که قرار پشت این غار هندل آباد باشه. بریم ببینیم هست چی میشه. پیش به سوی کفش هندل آباد. با ماشین بودن واقعا حس امنیت به هم میده، ولی حالا به نزدیکی اون کوه تیز رسیدیم و باید ماشین رو ترک میکردیم. باید با چیزایی که انتظارمون رو میکشید روبرو میشدیم. برف میباره. دارم فکر میکنم اگه دهانه قار رو پیدا نکنیم چیکار کنیم؟ آره اگه پشت این کوه تیز الان سمت راستمونه، گفت پشتش یه کوه دیگه هست، شاید اینو میگو نمیدونم، گفت دهانه غار اونجا. توی مسیرمون اینجوری علامت میزنم که اگه گم شده کسی اومد دنبالمون بدونه مسیرمون کجا بوده. آره البته ماشینم علامت خوبیه، منم اینجوری هر چند وقت یک علامت میزنم. خب بعد از اون شیبی که اومدیم بالا همچین جاییه که باید بریم پایین انگار و هنوز مسیر جاده است. چه پیشنهادی داری؟ هیچ جا مثل همیشه آدرس درست درمون ندارم، تو نقشه هم هیچ، نه نقشه گوگل مپ نه نقشه نشان، هیچ علامتی از این قار ندارم. جاده از این بری رفته، یک راه هم از این برداریم. تو فکر میکنی اونجا قار باشه؟ میدونی کوهش رو نمیشناسم، کوهش اطرافش چه شکلی باید باشه؟ هیچ اطلاعی ندارم، نمیدانم واقعا اون قار کجا، کدوم کوه بود، کاش میدونستم. خیلی داریم به این کوه نزدیک میشیم، امیدوارم که دیگه همینجا باشه و درست اومده باشیم. وگرنه واقعا هیچ ایده ندارم به سمت به کدوم سمت بریم. والکلا. خب این جایی که فکر میکردیم هست نیست، اینجا هیچ چیزی از اون عکس شبیه اون عکس حتی نیست. رسیدیم به یک جایی که نمیدونیم دیگه واقعا کجا بریم و چیکار کنیم. وسط کوه های برفی و غیر برفی هستیم که هیچ چیزی معلوم نیست. این جاده هنوز ادامه داره، من این جاده کجا میره به چی میرسه، اما مطمئنم نباید دیگه اینقدر از این کوه دور میشدیم، این کوه تیزی که ردش کردیم. مریم نظر چی بریم بالای این کوه، این تپه جلومون و یه اون برم یه دیدی بزنیم. بوس، حد پای بوس. اسم کوه کوه هزار بوزه. بریم سر این قله. کو؟ آره اوله. اوله. اوله رو کامل میگه ها. سه چهار بار کامل میگه. اکوهای دیگه اینجوریه که مثلا برفرض مثال میگی اوله، تهش میگه له له. ولی این کامل میگه اوله اوله اوله. نه اینجا نمیتونه باشه قطعا. خب ما رو این تپه رفتیم، اون بر رو نگاه کردیم، این مسیر ادامه دادیم، رو اون تپه رو به رو این رو این رفتیم، اون برم آره اون برش هم نگاه کردیم، هیچی نبود. اینجا هم که بودیم، حالا اینا که الان رضا داره میشینه اینجا بودیم اونجا بودیم، خیلی طول میکشه تا برسه به همون بالا. واقعا نومیدی از گشتن به سراغم اومده بود، نمیخواستم بدون دیدن غار برگردیم. کلی راه رفتیم، این کوه بالا رفتیم، اون کوه بالا رفتیم،
اما مثل اینکه این قاره نمیخواست پیداش بشه. ماشین رسیدیم به ماشین. خب ما برگشتیم به سمت ماشین و مریم سری ساندویچ ها رو در بود. حالا که تو دوربین نیستش نمیخواد بگیم. و چند تا راه به نظرمون رسید. یه راه این که داریم برمیگردیم، اون راهی که میرفته به سمت چشمه و اینا رو اون سمت ها رو بریم بگردیم، و یه راه منطقیش به نظر خودم، حالا شاید به نظر رزم منطقی نباشه، اینه که برگردیم روستا یه راهنما بگیریم و بیایم به سمت قاره هندل‌آباد. خیلی دوباره رسیدیم به اون جای ترسناک خفن دره لیز لیزی که ازش اومدیم، ولی من به نظرم پایین رفتن همیشه راحت تره، حتی تو جاده سر. حالا ببینیم چی میشه. وقتی به ماشین رسیدیم همش به اون راه باریکه فکر میکردم که نکنه گیر کنیم، نکنه تو دره بیفتیم. اما خب همونطور که رضا بهم گفته بود، تو سرپایینی خیلی راحت تره تا سربالایی. خب به برتا باید مجوز آفرود سواری رو بدیم. واقعا خیلی کارش درسته. البته راننده که اصلا اینجا مهم نیست. نه راننده خیلی خوبی هم داریم. تشویق بفرمایید. اینجا که گیر کردم ببینم برتا چی کار میکنه برام. کلی خوشحال از اینکه اون مسیر سخت رو هم برگشتیم که یک سنگ خیلی گنده به قسمت جلوی ماشین گیر کرد و این شروع چالش جدید ما بود. ماشینمون سوراخ شد. رضا توضیحات لازمه رو بده. آره توی اون دست اندازایی که بود یه دفعه اینجوری میشد ماشین، یک جا خیلی بد جلوی ماشین گیر کرد، اونجا رادیاتور از پایین شکسته، ترک برداشت، آبا خالی شده، برای ماشین جوش میاد. بعد ما هر چند مثلا 1 کیلومتر 2 کیلومتر میایم یکم روشن میکنیم، گاز میدیم، خاموش میکنیم، همجوری با خاموش میاد، باز نگم داریم، روش آب میریزیم، همین کار رو انجام دادیم. الان نزدیک روستا رسیدیم، اون همه راهی که رفته بودیم. برتا دوام بیا. رادیاتور خیلی مهمه. تا قبل این اتفاق اصلا فکر نمی کردم اینقدر نقش حیاتی داشته باشه. آب مایه نجات. من میتونم بطری ها رو آب کنم و بریزم ماشین رو خنک خنک. آره خوبه. حتی خطرناک هست. وقتی ماشین داغه اصولا نباید آب بریزی، چون سیلندر خیلی داغه و احتمال اینکه ترک بخوره هست. ولی خب الان ماشین خنکتر شده. هرچی میریزیم درجه خالی میشه. یه ایده ای اینو باز میکنم و خودم آب خنک میدم توی موتور. حالا یه استارت میزنم که آب سردی که ریختم، پمپ وقتی موتور روشن میشه واتر پمپ کار میکنه، اون آبو میچرخونه تو موتور. دیدین که چجوری آب خنک شد. چه خوب. خیلی خب موتور خنک خنک کردیم، بطری هامون رو از این چشمه آب کردیم، میریم جلو. دوباره داغ اومد، دوباره خنک دیگه، چیزی نمونده به خود روستا برسه. خب الان به خود روستا هم برسه میخوایم چی کار کنیم. روستایی که ما گذردیم واقعا چیز خاص نداشت. و دوباره تو روستای هندل‌آبادیم و با همین تکنیک خاموش روشن خاموش روشن داریم میریم جلو و به دنبال کس هستیم که آدرسی بهمون بده ببینیم تعمیرگاه توی هندل‌آباد هست یا نه. روستای قبل هندل‌آباد روستای آبشکی بود، روستایی که تنها امیدمون به یک شخص بود به اسم غلام نبی، تنها تعمیرکاری که میشد بریم جاش. غلام نبی کجای ماشینم خراب شده میخوام تعمیر کنه. ها گفتم برو غلام نبی. در کرکره بچه ها در کرکره میبینی؟ در کرکره پیدا کنیم. غلام نبی کجای بچه ها؟ غلام نبی همیه؟ بله. اینجا بافت روستای غلام سر آبشکیه، مرغش مشکیه.
اومدیم جای همگاهی که بهمون گفته بودن، ولی خب نبودش. اون آقای توی هندلاباده، همون روستایی که تازه ازش اومده، و الان با عایشه رضا صحبت کرد و میگه که کار من نیست. بعد فعلا که کارمون خیلی گیره. این غلام نبی اینقدر مهربون بود که گفت من کارم رادیات نیست، ولی اگر ماشینم پراید بود رادیاتو خودم رو باز میکردم و بهتون میدادم. یعنی میگه کارمون را افتاد. آره خیز خوبی خدا فیز بوش بسیا گسفندا ای خدا. بالاخره در مسیری با مسیر چی هست؟ در مسیر مشهدی محشدی. فقط بریم برسیم به تعمیرگاهی ماشین رو درست کنیم با سرعت برن که باد بخوره، موتور خیلی داغ نشه و آب خیلی داغ نشه، چون اگه آب خیلی داغ بشه از اون ترکه باز میریزه بیرون. یعنی رضا سرعت گیر میبینه اصلا براش مهم نیست، نه ترمزی نه چیزی، فقط برو. تا مشهد 32 کیلومتر هنوز راهه و تا خود مشهد بین راه هیچ تعمیر کاری نیست و با همون تکنیک اختراعی ایشون خواهش میکنم تجدید نکنی، خواهش میکنم. تکنیک خاموش روشن روشن خاموش. خاموش روشن روشن به سمت مشهد. الان ماشین خاموشه. احسان در شما و اختراعات رادیات بهتر کار میکنه. الان اگه رادیات سالم بود آمپر بالا با این تکنیک رضا خودمونو به نزدیکای مشهد رسوندیم. به شخص فکر نمیکنم با همین یه تیک کیسه میشین همه مسافت رو اومد. و اما نهار جامده. من تو راه یکم ترتیبشو دادم، دو تا ساندویچ هم گرفته بودم که یکیشو من ترتیبشو بازم دادم. امروز نظر چطور چیه در مورد فوق‌العاده مزخرف؟ مزخرف؟ خیلی خوش گذشته که مخواستم تو ارس بخوری، واقعا خوش گذشته، تجربیات جالب. واقعا بعد اون همه چالش کلی انرژی ازمون رفته بود و ناهارمون با وجود سادگی عجیب بهمون چسبید. دلت نخور، من ساندویچ خودم رو خوردم. من باید نصف کنم؟ نه خودت بخور، فقط جلو دوربین نه دیگه. بریم ببینم چقدر کم کرده. ای پر شد. چقدر کم کرده؟ آره واقعا کم کرده. بالاخره به یه جایی رسیدیم که ماشین رو درست کنیم. هم شیلنگ سوراخ شده بود، هم قاب زیرش شکسته بود، هم مویدیم خیلی مویدیم. نه دیگه خدا رو شکر واقعا تدبیر خوبی اندیشیدیم و تو جاده نمودیم. این خیلی خوبه که تونستیم خودمون رو برگردون بدون اینکه ماشین جوش بیاره. قطعا همه میدونن اگه ماشین جوش بیاره خسارت های میلیونی به بار میاد. اصلا بر شما قربان. حالا استامون هم اونجا داره کار میکنه. قرار بود این کتلم برای تو غار استفاده بشه نه برای تعمیر بشه. خب ماشین و رادیاتش رو درست کردیم، حالا ضد یخ اضافه میکنم. بناب سنت دیرینه سنت دیرینه نباید نشون بدیم. بناب سنت دیرینه من گوشی رو نگه داشت. بناب سنت دیرینه در آخرین لحظات ولاد چای میزنیم با خستگی تمام. آره دیگه ماشین هم که درست شد خدا رو شکر، همه چی عالیه. این پار شاید یه روزی دوباره رفتیم غار هندلاباد و دیدیم، امیدوارم حتما. این میمونه تو پلنمون تا بهار بشه. بهار و بهار که اومد میریم غار هندلاباد دوباره. تا اون وقت مریم داره خوابش میبره. مریم بیدار شو. مریم ولاگه. خدافظی گان. خوش باشین بچه‌ها. خدافظ.